بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر، بامداد شما خوش. تشکر از ایمل جان و مریم جان، همانطوری که همکاران ما در قسمت‌های قبلی گفتند، از این به بعد در بامداد خوش پنجشنبه‌ها در قسمت ورزشگاه قسمت متفاوتی را تقدیم شما خواهیم کرد. با چهره‌های نامدار ورزش افغانستان گفتگو خواهیم کرد و کوشش خواهیم کرد از زوایای دیگر به زندگی قهرمانان ورزش افغانستان بپردازیم. و چه کسی بهتر از نایب قهرمان جهان در سال 2007، چه کسی بهتر از نایب قهرمان آسیا در سال 2010، چه کسی بهتر از نثار احمد باوی که این قسمت از برنامه را با او آغاز کنیم. باوی صاحب، بسیار خوش آمدید. صبحتان بخیر. بسیار زیاد تشکر. سلام به شما و همگی هموطنان ما. شما سلامت باشید. نثار احمد باوی کاملا شناخته شده هست و یکی از کسانی هست که مدال‌هایش به واقعیت معتبر هست، به واقعیت جهانی هست و یکی از کسانی هست که خاطرات بسیار خوبی را با او داریم. در رشته ورزشی تکواندو برای سالها نثار احمد باوی در میادین بین‌المللی افتخار آفرینی کرد و شاید اگر مصدوم نمی‌شد خیلی به مراتب بهتر می‌تونست در مسابقات جهانی بر افغانستان قهرمانی‌ها را کسب کنه. متأسفانه در مسابقات المپیک نثار احمد در سال 2012 مصدوم شد و همون مصدومیت شاید پایان کار شما بود در رشته ورزشی تکواندو. متولد چه سالی هستید؟ راست بگویم؟ اینجا هستید که راست بگویید. 84. 1984. بله. یعنی 34 ساله. 34 ساله. اصلا نمیخواد 34 ساله باشی. نام خدا. کجا به دنیا آمدید؟ کابل. کابل. کجا رشد کردید و چی شد که در نهایت تکواندو را انتخاب کردید؟ کلن کابل بودم در زندگی و کودکی جالب داشتم. نصیبم این بود که بیام لگت بزنم و تکواندو را شروع کنم، انتخاب کنم. خانواده هم تاثیر داشت در انتخاب تکواندو؟ در ابتدا نه خیر، اصلا اجازه نمیدادن که من برم ورزش، چون زیاد کودک شوخ بودم از او خاطر. اما در کل بعد از اینکه تکواندو را شروع کردم، دیدم که فامیلم توجه کرد که آرامتر شدم و توجه بم یک بخش زندگی دارم انجام میتم و آرامتر میشم و بهتر شد در آن نسبت به قبل از ورزشم. از او خاطر فامیلم زیاد تشویق کرد و بدون شک خدا بیامرزه پدرم و تشویق از او وقتی که صدم سک صدا میزد، بعد از او احساس میکردم که همه دنیا با من است و حرکت میکردم و لذت میبردم از ورزشم. اولین مسابقه بین المللی که انجام دادید؟ اولین مسابقه بین المللی یادم از سال 2000 و اوایل 2004 بود به کسب سهمیه المپیک آتن. المپیک آتن کسب سهمیه جهانی بود. اولین بار بود که در مسابقات جهانی در شابچانگ داخل شدم و بلد شدم حریفای دنیا را. بعد از او براحتی تانستم که بازی خوب انجام. شما مدال های زیادی را گرفتید برای افغانستان. مهمترین مدالی که در مسابقات بین المللی و جهانی کسب کردید کدام مدال بوده؟ 2006 نثار احمد باوی سوم بازی‌های آسیایی شد، در همان سال طلای جنوب آسیا را برد. 2009 در قهرمانی آسیا موفق شد که مدال طلا را ببرد. 2007 نایب قهرمان جهان شد، در نیمه نهایی هادی سایی برنده مدال المپیک را برد و 2010 نایب قهرمان آسیا شد. 2011 هم طلای کسب سهمیه المپیک لندن را کسب کرد. کدام مدال با ارزش‌تر بوده؟ به تمام مدال ها زحمت فراوانه کشیدیم. دقیقا مظلومیت های زیاده که دیدیم. کدام شیرین تر بوده برات؟ زیاد شیرین تر نمون 2007. 2007 زمین که بازی شما برابر در کل ما ورزشکارا زیادتر وقتی که بازنده و برنده میشیم، زیاد اگر برنده شویم که طبعا خوش میشیم، اما اگر بازنده شویم آمادگی میگیریم به مسابقات بعدی خود. یعنی زیاد ارزش نداره پیش ما، به خاطر که ما میگیم تجربه یا تمرین یا پس دوباره شکست دادن حریفا ایگا پوزیات مطرح است. اما در بیرون قوقای بهترین مدال هایی که ورزش افغانستان کسب کرده همین مدال نقره ای بوده که نثار احمد باوی عزیز در مسابقات جهانی کسب کرد. بدون شک یکی از بهترین مدال هایی است که ما کسب کردیم در طول این هادی ورزشکار قوی بود واقعا وقت. اما در کل اینا واقعا انگیزه دادن من که نثار تو میتونی. نثار عزیز مصدوم شدی، حسرت ورزشی نثار احمد باوی چی است؟ چه چیز رو فکر میکنی باید میرسیدم برش ولی نرسیدی؟ یکی از آرزوهایم که ماند تکمیل نشد تو مدال المپیک بود. خیلی برش تلاش کردم و زیاد زحمت کشیدم، به خصوص المپیک 2012 لندن، چون میفهمیدم که سنم بالا رفته و مصدومیت های بدنم بیش از حد زیاد است و احساس میکردم شاید تا المپیک لندن بتانم دوام آورده و بعد از او
آساسا می آمدم خدافیزی می کردم. فقط یکی از مدال هایم که ندارم در کلکسیون مدال هایم مدال المپیک است. آمدم تا پنجم المپیک شدم اما یک قدم دیگه نتانستم پیش مانده که شما صحبت می کردید. تمام شد؟ تمام شد. خب سوال بعدی و تعریف نثار احمد باوی از زندگی. تعریف من از زندگی؟ قبل از اینکه جواب بدی اینو میمانیم سوال آخر، چرا تکواندو بعد از شما و نیکپا دیگه کسی رو نداره که بتونه در مسابقات جهانی و مسابقات المپیک مدال کسب کنه، افتخار کسب کنه؟ نداریم. استعداد داریم، امیدش داریم، استعدادها وجود داره، اما متاسفانه شما هم بیشتر از من در جریان هستید در قضایا و مشکلات ورزشی که در تقریبا در 4 سال پیش آمد ورزش افغانستان و یک به یک دمی ورزش افغانستان بر طرف پایین. این مشکلات باعث شد که ما فدراسیون از هم بپاشه و در کنارش مثلا فدراسیون های موازی ایجاد شوه، المپیک موازی ایجاد شوه. در کل ورزش به حد گدوت شد که هیچ کس باورش هم نمیکن. یکی اون مسئله است. مسئله دوم مسئله جنگ و خشونت و بدبختی و فقر و بیچارگی که در این مملکت وجود داره است. از یک بود قضیه اگه ببینیم و مهمترین مورد و مهمترین بحث برنامه ریزی یا طرز عمل یا برنامه های خوب فدراسیون ها است که متاسفانه ما نداریم. فدراسیون هایی که داریم البته بعضی از فدراسیون ها که بسیار اندک است. یعنی اصلا ورزش افغانستان اگر بخواید به پا استاد کنه او فدراسیون ها است که ورزش افغانستان به پا استاد میکنه. اما متاسفانه ما شما میبینیم که بیشتر از 10-15-20 سال است که یک نفر رئیس فدراسیون می باشه و یا بیشتر از 10 سال 15 سال 14 سال یا 15 سال میشه که یک نفر مثلا مربی تیم ملی است، ولو که تیم نتیجه بگیره یا نگیره او مربی است و هیچ کس هیچ برنامه وجود نداره به خاطر پیشرفت. دقیقاً حالی یک مربی هر چقدر هم خوب باشه خیلی خوب، برنده شاگرداش، برنده مدال طلای المپیک باشن، هر چیزی، قهرمانی جهان رو کسب کرده باشه، دیگه 15 سال 16 سال یک نفر مربی یک تیم نمی باشه. بله، هیچ جای دنیا من ندیدم غیر از افغانستان. متاسفانه خیلی امید. عجیب است. امی دو مورد بسیار باعث رنجش ما هم، باعث رنج ما هم میشه که چرا مثلا ما اگر بخوایم ورزش افغانستان رشد بدیم، اگر بخوایم ورزش افغانستان ببریم به پله‌های بلند دنیا، ما باید برنامه ریزی دقیق داشته باشیم. رسیدیم به خبر 8. فقط تعریف از زندگی خیلی کوتاه، 15 ثانیه. زندگی را شاد زندگی کنید. زندگی خوبی ها و زشتی ها و پستی ها و بلندی های خود داره. همیشه باید مبارزه کنیم و زندگی را باید زندگی کنیم. شما سلامت باشیم. بسیار لحظات خوبی بود، خیلی کاریزما هست نثار احمد باوی و کیف کردیم، لذت بردیم از هم صحبتی با شما. ان شاءالله باز هم بشه با شما گفتگو داشته باشیم، گفتگوهای متفاوت، این بار به عنوان مربی یک قهرمان جهان در کنار شما باشیم. سوز تشکر. و لحظات پایانی این بخش رسیدیم. ضمن اینکه آقای کرامالدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان برای 90 روز از طرف فیفا کارش به حالت تعلیق درآمد و فقط هم فیفا آقای کرامالدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال را تعلیق کرد. سایت فیفا را میبینید. تشکر. با ایمل مریم باشید در ادامه برنامه در یک ساعتی که از برنامه مانده. بامداد شما بخیر و خوش.